شهدا به خصوص بر روح پرفتوح امام عزیز راحلمان محی الدین زمان و با آرزوی سلامتی و توفیق بیش از پیش برای خلف صالح او مقام معظم رهبری سکاندار این انقلاب شکوهمند در این برهه بسیار حساس و با یاد و گرامی داشت شهدای هسته‌ای و همچنین یاد و گرامی داشت دوست فقیدمان جناب آقای دکتر احمدیان، مرد علم و ادب، مرد علم و اخلاق، مرد تواضع، مدیری لایق و شایسته، خدمتگزاری صدیق که در طول عمر خودش و در طول این 41 سالی که از انقلاب میگذشت و ایشون توفیق داشت که خدمتگزاری صدیق باشد، تمامی هم و غم خودش رو به کار گرفت و وقف انقلاب کرد. روحش شاد. ای کاش در این مراسم خجسته ایشان حضور داشتن، کسی که واقعا بنیانگذار این نیروگاه های دو و سه هستند. تقارن هفته وحدت ایام میلاد حضرت رسول صلوات الله علیه رو با یک چنین برنامه و مراسمی رو به فال نیک میگیریم. خب اما چرا سؤال این است، چرا صنعت هسته‌ای؟ خیلی بحث میشه، نمیخوام وقت شما عزیزان رو در این هوای گرم بیش از حد لازم بگیرم، ولی ضرورتاً بایستی چند کلمه در این خصوص عرض بکنم به اختصار. حضرت آقا در فرمایشاتشون خیلی زیبا به این مطلب پاسخ دادن، چرا انرژی هسته‌ای؟ ایشان دو ویژگی اصلی را برای انرژی هسته‌ای و صنعت هسته‌ای برشمردند. یکی این که تضمین کننده انرژی مطمئن نسل‌های آینده است. بالاخره انرژی فسیلی یه روزی به اتمام میرسه، این یه روزم خیلی دیر نیست، 30 سال، 40 سال، 50 سال در افق چند دهه هست. و بعدش چی؟ اگر از حالا ما به فکر تأمین مستمر انرژی قابل اعتماد و اطمینان نباشیم، قطعا قافله رو باختیم. ولذا ما بایستی به فکر صیانت از انرژی برای نسل‌های آینده باشیم و یکی از منابع عمده انرژی برای نسل‌های آینده همین انرژی هستی است. این یه موردی است که حضرت آقا فرمودن، اینجا هم در کلیپ دیدید که فرمودن بایستی در یک افق نسبتاً میان مدت ما برخوردار از 20,000 مگاوات نیروگاه هستی باشیم. توصیه مجلس محترم هم بر همین هست. خب اما مورد دیگری که ایشون فرمودن این است که صنعت هسته‌ای یک صنعت اقتدار آفرین است، یک صنعتی است که میتواند تحول در مجموعه صنایع کشور ایجاد بکند، اون هم به اعتبار استانداردهایی که در این صنعت به کار گرفته می شود. و لذا صنعت هسته‌ای می تواند بالقوه منشأ اقتدار باشد. شاید یکی از دلایلی که ما با یک چالش جدی با دشمنان این انقلاب روبرو هستیم، یک دلیل عمدش همین است که می خوان این منشأ اقتدار رو از ما بگیرند. و اما در خصوص انرژی هسته‌ای موارد دیگری ها من به سرعت ازش عبور میکنم. این که جزو انرژی های پاک محسوب میشه، تجدیدپذیر نیست ولی انرژی پاک هست. به این اعتبار که هر 1,000 مگاوات نیروگاه هسته‌ای مانع انتشار 7,000,000 تن آلاینده یا گازهای گلخانه‌ای میشه.
و ما انشاءالله در افقی تا 1406 دارای 3000 مگاوات نیروگاه هسته‌ای خواهیم بود که این به عبارتی مانع انتشار 21 میلیون تن متجاوز از 21 میلیون تن گازهای آلاینده در سال 1406 انشاءالله که این پروژه را افتاد خواهد شد. و این رقمها رقمهای بسیار قابل توجهی است برای اهل فن. الان من مواردی هست ازش عبور میکنم. حالا تعداد نیروگاه‌های هسته‌ای در دنیا همونجوری که گفته شد مجری محترم 449 نیروگاه هسته‌ای الان در دنیا هست. 10% برق دنیا را الان هسته‌ای داره تامین میکنه. طول عمر هر نیروگاه هسته‌ای قریب به 60 ساله و میتونه بیشتر هم بشه. و خب یک نیروگاه که 60 سال عمر داره و میتونه تا 70 الی 80 سال هم بره، این نیروگاهی که حدود هر نیروگاهی 5 میلیارد دلار هزینه شد اما 660 میلیارد دلار ارزشه، یعنی میتونه در عرض 6 7 سال اون هزینه اولیه خودش رو برگردونه و بقیه طول عمر نیروگاه رو عملا خدمات مجانی ارائه بده. این است که ما توجه باید داشته باشیم به این موضوع و انشالله امیدواریم که دوستان ما در مجلس توجه ویژه بکنن. اما یکی از افتخارات دیگر این است که در این نیروگاه بوشهر یک در این فاصله 6 سال ما توانستیم به جایی برسیم که بهره برداری از نیروگاه رو کاملا بومی بکنیم. سالانه که ما تعمیرات داریم، نصب تجهیزات تعویضی داریم، عمدتا توسط متخصصین ایرانی انجام میگیره و قریب به 2000 کارشناس الان در این نیروگاه دارن کار میکنن، کارشناس و نیروهای بهره بردار و نیروهای پشتیبان، و این رقم قابل توجهی است. الان یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس که قرار بودی که 2 سال پیش نیروگاه هسته خودشون راه اندازی بکنن، یکی از مشکلاتشون همون بهره برداران بومی است که تا به امروز نتوانستن کاری رو از پیش ببرن. ما اینجا اعلام میکنیم که جمهوری اسلامی ایران این آمادگی رو دارد که در ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس که رویکرد جدیدی در استفاده از انرژی هسته‌ای پیش گرفتن، ما آماده همکاری‌های علمی و انتقال تجارب خودمون به اونها هستیم. نیروگاه بوشهر